وقت شما بخیر، ریحان فلاح هستم همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سر خط خبرها. تأکید عراقچی بر هماهنگی کامل با نیروهای مسلح در پاسخ به اسرائیل. وزیر خارجه پزشکیان میگوید پاسخ جمهوری اسلامی دقیق و حساب شده و در زمان مناسب انجام خواهد شد. ادامه اعتراض و اعتصاب پرستاران در شهرهای مختلف با وجود فشارهای امنیتی. وزیر بهداشت گفته پرستاران بیش از 7000 میلیارد تومان طلب دارند. اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال از پرونده درگذشت دریا دلکش. مرکز دندانپزشکی وابسته به سپاه در تبریز گزارش مرتبط با مرگ را دستکاری کرده. نقش حکومت در بروز بحران‌های فراگیر اقتصادی و زیست محیطی. مسعود نیلی ناترازی‌های اقتصاد ایران را ناشی از عملکرد نظام حکمرانی دانست. بازتاب توقیف برنامه جوکر در شبکه‌های اجتماعی. کاربران می‌گویند با توقف پخش چنین برنامه‌هایی در شبکه خانگی هم مردم صدا و سیما نخواهند دید. در ادامه همین بخش خبری، دو ماه بعد از دست دادن با داوران مرد در مسابقات جهانی دختران، در اقدامی سوال برانگیز میترا نوری از ریاست کمیته مسابقات فدراسیون هندبال برکنار شد. همزمان با ادامه گمانه‌زنی‌ها درباره پاسخ احتمالی جمهوری اسلامی به کشته شدن رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی نقش عوامل نفوذی در ترور اسماعیل هنیه را رد کرده. اسماعیل خطیب به وبسایت خبری جماران گفته بر اساس اطلاعی سپاه پاسداران عوامل نفوذی نقشی در این اقدام نداشتند. همزمان خبر آنلاین در گزارشی به تحلیل دلایل تأخیر پاسخ جمهوری اسلامی به اسرائیل بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران پرداخت. طبق این گزارش با توجه به همزمانی ترور هنیه و مذاکرات آتش‌بس میان حماس و اسرائیل، هر گونه پاسخ غیر دقیق جمهوری اسلامی بر مذاکرات صلح اثرگذار خواهد بود. خبر آنلاین تفاوت تکنیکی در پاسخ به عملیات وعده صادق و همزمانی ترور اسماعیل هنیه با برخی رویدادهای تقویمی شیعیان را از دیگر دلایل این تأخیر دانسته. اینجا یکی از جاهایی هست که پیوند میدان و دیپلماسی به طور خیلی روشن خودش رو نشون میده. آقای دکتر امیر عبداللهیان در این جهت خیلی تلاش کردن و عملیات وعده صادق که اجرا شد به نظر من یکی از نمونه‌های بسیار بسیار خوب هماهنگی کامل میدان و دیپلماسی با تلاش ایشون و با تلاش و فرماندهان میدانی صورت گرفت. هم پاسخ قاطع ایران به جنایت رژیم صهیونیستی داده شد و هم از گسترش جنگ در منطقه که خاص رژیم صهیونیستی بود جلوگیری هستیم. دیپلماسی مکمل میدان هست و میدان مکمل دیپلماسی. با هم دیگه انشاءالله حرکت خواهیم کرد به گونه ای که منافع ملی کشور و امنیت کامل کشور و عزت کشور همطور که عرض کردم بتونه کامل محقق بشه. بیشتر با همکارم علی شیرازی گفتگویی داشتم درباره سمت و سوی سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دولت جدید و اظهارات اخیر عراقچی درباره برجام. تأکیدی که بر انتقام اسماعیل هنیه از اسرائیل داره باز هم نشون میده که او در این حیطه کاری نیست، چون او به عنوان یک دیپلمات وظیفش اینه که هر مشکلی رو به خصوص در سطح بین المللی از طریق دیپلماسی و رایزنی حل کنه. اینکه میاد اعلام حمایت و پشتیبانی میکنه از نیروهای مسلح برای انتقام از اسرائیل و اینکه در زمان و مکان مناسب حمله انجام میشه و انتقام گرفته میشه، نشون میده که در این حیطه کاملا منفعل داره عمل میکنه و مطابق خاص نیروی قدس سپاه پاسداران داره عمل میکنه. در بخش دیگه در مورد رابطه با آمریکا پیشتر گفته بود که تخاصم ما با آمریکا دائمی است و من فقط سعی میکنم که این رو مدیریت کنم. این هم در واقع همون سیاست علی خامنه‌ای است که نه جنگ نه مذاکره رو با آمریکا در پیش گرفته و اونو پیش میبره. میشه کسی بود که طی ماه‌های زیادی در تیم مذاکره کننده برجام بود و تلاش زیادی کرد تا این توافق به سرانجام برسه. اینکه حالا در دومین سومین روز انتصابش به عنوان وزیر خارجه اصلا این توافق رو قابل احیا ندونه، به این معنیه که او هم در واقع دستور روسیه و چین رو قرار است که اجرا کنه. چرا که اگه یادون باشه با ظریف گفته بود که روسیه اجازه اجرای برجام رو نداد و حالا اجازه احیاش هم نمیده. اون هم به خاطر مشکلاتی است که بین روسیه و غرب در مورد جنگ اوکراین به وجود اومده. خب چین هم که درگیری‌های با آمریکا داشته، بنابراین طبیعتاً هیچ کدوم از این دو کشور نمیخوان که جمهوری اسلامی به غرب نزدیک بشه و مشکلاتش رو با غرب حل کنه.
چند خبر کوتاه از ایران. معاون اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران افزایش جمعیت کشور به 91 میلیون نفر را تکذیب کرده. به گفته مسعود افشین، آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن که در کل کشور انجام شد مربوط به سال 1395 است. چندی پیش روزنامه شرق بر مبنای آمار منتشر شده در وبسایت ورلد میتر از افزایش جمعیت ایران به 91 میلیون نفر خبر داده بود. سازمان هلال احمر ایران از صدور مجوز ارسال بالگردهای ایرانی به عراق برای خدمت رسانی به زائرین 40 خبر داد. به گفته پیر حسین کولیوند، همچنین تیم‌هایی از هلال احمر برای ارائه خدمات در بیمارستان‌های کاظمین و سامرا مستقر شدند. مسعود پزشکیان در اولین ابلاغیه دولت خود 400 میلیارد تومان بودجه برای 40 اختصاص داد. وزیر راه و شهرسازی دولت پزشکیان هم از اختصاص تمام ظرفیت اتوبوسی کشور به مراسم 40 برای جابجایی زائران گزارش داد. به گفته فرزانه صادق، بر اساس تفاهم وزرای نفت، سمت و معاون اول رئیس جمهور، باید برای چند روز پایانی مراسم 40 وسایل ایاب و ذهاب تامین شود تا زائران با مشکلی مواجه نشوند. او در اولین سفر رسمی خود از مرز زائران 40 پایانه‌های مرزی استان‌های ایلام و خوزستان و شلمچه بازدید کرده. اعتراض گسترده پرستاران در شهرهای مختلف ایران با وجود فشارهای امنیتی همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها امروز پرستاران خرم‌آباد، بابل، سبزوار، خمینی شهر و شهر کرد هم در اعتراض به دستمزد پایین و شرایط سخت کار دست از کار کشیده و به اعتصاب کردند. در اصفهان پرسنل اورژانس در همراهی با پرستاران معترض با برگزاری تجمع به این اعتراض پیوستند. دور جدید اعتصاب پرستاران از روز شنبه 13 مرداد با اعتراض پرستاران بیمارستان‌های دولتی شیراز آغاز شد و به دیگر شهرها گسترش پیدا کرد و تا امروز ادامه دارد. در همین ارتباط وزیر بهداشت جمهوری اسلامی جمع مطالبات پرستاران را حدود 7.5 هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته مصوب شده تمام حق و حقوق و مطالبات آنها در اسرع وقت پرداخت شود. رئیس سازمان نظام پرستاری با اذعان به میزان پایین حقوق اضافه کاری اجباری پرستاران گفته در روزهای آینده میزان اضافه کار پرستاران اعلام می شود. احمد نجاتیان همچنین به کمبود نیروی پرستار در کشور اشاره کرد و گفته سازمان اداری استخدامی و وزارت بهداشت طی روزهای آتی مجوز استخدام 25 هزار پرستار را به دانشگاه ها ارائه می دهند. و جواد توکلی عضو شورای مرکزی خانه پرستار کشور میگوید اعتراضات حال حاضر پرستاران حاصل 2 دهه برخوردهای دوگانه و بی‌عدالتی در اختصاص بودجه به پرستاران در طرح تحول سلامت است. شرایطی که الان برای پرستاری پیش اومده شرایطی است که حاصل 2 دهه است، مخصوصا دهه دوم بعد از طرح تحول سلامت. بودجه‌های هنگفتی وارد نظام سلامت شد، منتها پرستاری درش دیده نشد. در تمام طرح تحول سلامت یک کلمه از پرستاری نبود. این مباحث ما بارها در این 10 سال عنوان کردیم. الان بیش از چند زون کن نامه‌نگاری صورت جلسه ها هست که با تمام مقامات وزارت بهداشت، نماینده ها، نهادهای نظارتی همه بهشون گوشزد شده که این برخوردهای دگانه، این بی‌عدالتی ها، این عدم اجرای قوانین سرانجام باعث خواهد شد که روزی نیروهای پرستاری سوقیان کنند و به این بی‌عدالتی اعتراض کنند. هرچند که اعتراضاتی همیشه بوده به صورت تجمع در شهرهای مختلف، اما این بار به جایی رسیدند که
وقتی دیدن صداشون شنیده نمیشه دست از کار کشیدن. فاد کیخسروی فعال کارگری با اشاره به وسعت برخوردهای امنیتی با اعتراضات صنفی میگوید پرستاران باید با سازماندهی اعتصابات و گسترش تشکل‌های مستقل مطالبات خود را پیگیری و در برابر برخوردهای امنیتی قدرتمند ظاهر شوند. توجه به ابعاد گسترده و تداوم این اعتصاب و همچنین شناختی که از برخورد حکومت و نهادهای امنیتی در مواجهه با اعتراضات داریم، من گمان میکنم که ابعاد برخوردهای امنیتی فراتر از دستگیری و بازداشت دو سه نفر از این معترضین باشه. البته ما در گزارش پرستاران داشتیم که هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری تعداد زیادی از پرستاران در سراسر کشور احضار کردن و اونها رو تهدید به اخراج یا عدم تمدید قرارداد کردن. نمونه های بسیار بیشتری رو در مورد برخورد با اعتراضات کارمندان و کارگران در طول دوران حکومت جمهوری اسلامی میتونیم اسم ببریم، از برخوردهای امنیتی به کارگران معترض در صنعت نفت در ذوب‌آهن اصفهان، در شرکت نیشکر هفت‌تپه، تا برخوردهای امنیتی شدید به معلمان و حتی ما تیراندازی و کشتار کارگران معدن مس خاتون آباد رو در سال 82 داشتیم. یعنی اینکه حکومت همواره برخوردهای امنیتی به اعتراضات طبقه کارگر ایران داشته و هیچ وقت تلاش نکردید که مذاکره بکنه با معترضینی که خواسته ها و مطالباتی دارن. اما در مورد پرستاران این رو عرض کنم که اعتراضاتشون بسیار گسترده شده و بسیار به جای خوبی رسیدن. جاهایی داره دولت رو ناچار میکنن که مواضعی بگیرن، اما دولت هیچگاه اقرار نکرده که همه مطالبات پرستاران به حق هستش و میخواد کاری بکنه. در همین راستا به نظر من پرستاران باید در دل همین اعتصاب و اعتراضاتشون تلاش بکنن که سازماندهی‌های درونی خودشون رو گسترش بدن، تشکل‌های مستقلی بتونن اگر برای خودشون ایجاد بکنن. اون موقع است که میتونن در مقابل حکومت و برخوردهای امنیتی قدرتمندتر ظاهر بشن و مطالباتشون رو پیگیری بکنن. قبل از پرداختن به خبرهای بیشتر تصویر زنده ببینید از مقابل منزل آلن دلون، هنرپیشه فقید فرانسوی که یک شنبه هفته پیش در 88 سالگی درگذشت. همینطور که میبینید حصارهای امارت محل سکونت او با دسته های گلی که طرفدارانش برای او به اینجا آوردن پوشیده شده. اونطور که اعلام شده به خواست فرزندانش قرار هستش که پیکر آلن دلون در همین محوطه شخصی خودش به خاک سپرده بشه. تعداد مهمانان و مدعوان بسیار محدوده و گویا قرار هستش که عکس برداری و تصویر برداری هم از این مراسم انجام نشه، بسیار خصوصی و خلوت برگزار شه. او همونطور که گفتم یک شنبه هفته پیش در 88 سالگی درگذشت و اینجا شهر دوشی در فرانسه است، جایی که از 1970 آلن دلون در اونجا زندگی میکرده. ساکنان این منطقه احترام ویژه‌ای برای این هنرپیشه فقید که به خاطر هنرنماییش در آثار سینمایی و تلویزیون بسیاری شناخته شده و مطرح بوده برای او به اینجا جمع شدند تا به او ادای احترام کنند. ممنون که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. در اینجا نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین خبری امروز. تأکید عراقچی بر هماهنگی کامل با نیروهای مسلح در پاسخ به اسرائیل. وزیر خارجه پزشکیان میگوید پاسخ جمهوری اسلامی دقیق و حساب شده و در زمان مناسب انجام خواهد شد. ادامه اعتراض اعتصاب پرستاران در شهرهای مختلف با وجود فشارهای امنیتی. وزیر بهداشت گفته پرستاران بیش از 7000 میلیارد تومان طلب دارند. و ما یک مقام مطلع در دانشگاه علوم پزشکی تبریز درباره جان باختن دریا دلکش، نوجوانی که بعد از جراحی دندان جان باخت، به ایران اینترنشنال گفتند دانشگاه علوم پزشکی تبریز کلینیک آدینه را برای جراحی غیر استاندارد اعلام کرده و خواستار پلمپ آن شده. بر اساس همین اطلاعات به رغم نظر بازرس و فشار دانشگاه برای پلمپ این محل، مسئولان شهر تبریز از پلمپ کلینیک وابسته به سپاه خودداری می‌کنند. دوشنبه 29 مرداد روزنامه اعتماد از مرگ یک دختر 12 ساله به نام دریا دلکش بعد از بیهوشی در یک کلینیک دندان پزشکی در تبریز خبر داده بود. به نوشته اعتماد، دریا بعد از عمل جراحی دندان به هوش نیامد و پس از ترخیص و انتقال به منزل فوت کرد. مقام مطلع دانشگاه علوم پزشکی تبریز به ایران اینترنشنال گفته در پرونده پزشکی مرگ دریا دلکش داروی بیهوشی مورد استفاده با نوعی که گزارش شده متفاوت است و این دارو در گزارش کلینیک هم مورد دستکاری قرار گرفته.
همکارم شبنم آذر درباره جزئیات مرگ دریادلکش در نتیجه سهل‌انگاری پزشکی توضیحاتی داد. در واقع دریا، من این روایت رو بگم که چه اتفاقی افتاده. دریا دلکش یک دختر 12 ساله با پدرش به کلینیک دندان پزشکی مراجعه میکنه برای یک جراحی ساده دندان، اما بعد از اینکه جراحی تموم میشه دکتر بیهوشی اتاق رو ترک میکنه و به پدر او میگه که او رو به همین حالت بیهوش به منزل ببره و او به هوش خواهد آمد. اما بعد از اینکه به منزل منتقل میشه مشکل تنفسی داشته و پدرش با هم کلینیک و هم اورژانس تماس میگیره، اما تا زمانی که اورژانس برسه عملیات احیا بی نتیجه میمونه و او جانش رو از دست میده. الان شرایط روحی این خانواده بسیار ناگواره و تلاش کردن که از طریق قضایی موضوع رو پیگیری کنن. بازرسی که وارد این پرونده شده اعلام کرده که کلینیک آدینه که بر اساس اطلاعات ما وابسته به سپاه پاسداران در تبریز اصلا مناسب و استاندارد نیست برای انجام جراحی و به همین دلیل بازرس این خواستار پلوم این کلینیک شده. اما مقامات تبریز حالا به دلیل وابستگی های امنیتی که این کلینیک با سپاه داره مانع از این میشن کلینیک بسته بشه، به اضافه اینکه دارن گزارش رو دستکاری میکنن. از جمله مواردی که در گزارش دارن تلاش میکنن وارد بکنن اینه که این بچه از قبل مریض بوده و اساساً مرگ او ارتباطی با این بیهوشی نداره. و همزمان با ادامه بحران‌های اقتصادی و افزایش نرخ تورم، در نشستی تحت عنوان هماندیشی اقتصاد ایران بر نقش سیاست‌های حکومت در بروز ناترازی گسترده در بخش‌های مختلف اقتصاد تاکید شده. به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، مسعود نیلی دستیار اقتصادی رئیس جمهور در دولت حسن روحانی در این نشست گفته همه شاخص‌های اقتصاد ایران با ناترازی عجیبی به لحاظ تعداد، تنوع، جامعیت و استمرار مواجه است. برق، آب، گاز، صندوق‌های بازنشستگی و کسری بودجه دولت از جمله مواردی بودند که وضعیت بحرانی آنها در این نشست مورد اشاره بود. به گفته این اقتصاددان، ایران با چالش‌های مهمی روبروست که موجودیت سرزمینی کشور را تهدید می‌کند و پایداری جامعه را به خطر می‌اندازد. او سه مسئله اصلی کشور را ناترازی‌های مالی و زیست محیطی، وضعیت خطیر روابط خارجی و شکاف‌های عمیق اجتماعی فرهنگی بین نسلی و درون نسلی دانسته و گفته حل این مشکلات نیازمند اصلاحات ساختاری است تا از بروز بحران‌های عمیق‌تر جلوگیری شود. دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روحانی در تشریح نحوه مواجهه با این بحران‌های فراگیر گفته بدون اصلاح روابط خارجی، اصلاحات اقتصادی یک فرایند بسیار پرهزینه و مستهلک کننده اجتماعی سیاسی است. نیلی که پیشتر هم بر لزوم احیای سرمایه اجتماعی حکومت برای حل بحران‌های اقتصادی تاکید داشت، اضافه کرده در مسیر زمانبر اصلاحات اقتصادی رابطه مبتنی بر اعتماد متقابل میان حکومت و مردم بسیار حائز اهمیت است. احمد علوی، استاد دانشگاه اقتصاددان از استکهلم همراه ما هستند. بسیاری از اقتصاددان‌ها در داخل ایران معتقدند که مشکلات اقتصادی بحران‌های چندگانه حلش نیازمند راه حل سیاسیه و نتیجه حکمرانی غلطه. دقیقاً منظور از حکمرانی غلط در این مورد به خصوص در زمینه بحران‌های اقتصادی چیه آقای دکتر؟ اگر مجاز باشیم از واژگان ناترازی استفاده بکنیم، اونگاه که حاکمیت به دنبال منافعی است که ناتراز است، با نیم سازگاری نداره با منافع ملی و منابع رو به گونه استفاده میکنه که مطلوب اکثریت مردم نیست، اونجا برحال این واقعیت اتفاق میفته و حکمرانی بد یا حکمرانی غلط که در اینجا اگه بخوایم دقیق‌تر صحبت بکنیم، این نوع حکمرانی زمانی اتفاق میفته که حاکمیت پاسخگو نیست، شفاف نیست، در چارچوب منافع ملی عمل نمی‌کنه و همچنین منابع و امکانات اقتصادی رو به جای استفاده در چارچوب خواسته های مردم در چارچوب یک اقلیت حاکم استفاده بکنه. اگر مستاق رو بخوایم صحبت بکنیم، الان که پرستاران در خیابان ها هستن و اعتراض میکنن، این مشمول همین قاعده حکمرانی غلط است. یعنی حاکمیت به جای استفاده از منابع برای اینکه اقتصاد سلامت ایران رو بهبود ببخشه، منابع رو در اموری مانند همین راهپیمایی اربعین یا مصارف رانتی امنیتی و پرداختن به نهادهای حوزوی و
سرکوب استفاده کرده و این مصداق این حکمرانی غلط و البته بد هست. و سرمایه اجتماعی که می‌دونیم به در واقع گفته همین کارشناسان اقتصادی در ایران ریزش بسیاری هم داشته، چه نقشی داره در توسعه کشور؟ برای گفته اقتصاددان‌هایی که مطرح هستند در دنیا، توسعه امکان ناپذیره اگر سرمایه اجتماعی یا سرمایه اعتماد اجتماعی نباشه. و سرمایه اعتماد اجتماعی زمانی به وجود میاد که حاکمیت به جای پرداختن به اون منافع اقلیتی که حاکمه پاسخگو باشه، شفاف باشه و مشارکت بده مردم رو. تنها در این مسیر هست که حاکمیت میتونه اعتماد مردم رو جلب بکنه، اینکه تمامی فرایند تصمیم گیری، انتخابات یا هر گونه تحولی که در اقتصاد یا در اجتماع اتفاق میفته یا در عرصه سیاسی بر اساس شفافیت، پاسخگویی، مشارکت مردم باشه. و در شرایط فعلی با توجه به حاکمیت متمرکز ولایی و ساختاری که فعلا وجود داره که امکان مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رو به مردم نمیده، به نظر نمیرسه که امکانی برای افزایش سرمایه اعتماد اجتماعی وجود داشته باشه. در نتیجه نمیشه انتظار داشت که مشکلات اساسی و ساختاری اقتصاد ایران که مشروط از حل اونها به سرمایه اجتماعی بتونه حل بشه. راهگشا زمانی خواهد اتفاق افتاد که قدرت برگرده به مردم و در یک دموکراسی مشارکتی مردم نظارت داشته باشند به شکل شفاف بر قدرت و توزیع ثروت و منزلت اجتماعی. متشکرم از توضیحات شما. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، استکهلم، سوئد. اما نشر باران در سوئد تصمیم دارد به پاس یک عمر تلاش فرهنگی از محقق، زبانشناس و نویسنده برجسته علی حصوری تجدید کند. مراسمی با هدف بزرگداشت فعالیت‌های ارزنده او در حوزه پژوهش‌های فرهنگی و تاریخی برگزار خواهد شد و این فرصتی است برای تقدیر از تلاش‌های این محقق برجسته در معرفی فرهنگ و تاریخ ایران. همکارم مهران عباسیان از استکهلم با ماست در سالن برگزاری این مراسم. مهران، توضیحات بیشتر رو درباره تقدیر از این محقق برجسته از شما بشنویم. خب ریحانت، بله ریحانه، در حال حاضر یه نیم ساعتی به آغاز این در واقع مراسم مونده، مراسمی که برای بزرگداشت نویسنده، محقق و پژوهشگر برجسته ایرانی علی حصوری توسط نشر باران و چند نفر دیگه که همکاری کردن با نشر باران این مراسم قراره برگزار بشه. خب بیش از 20 سال علی حصوری بعد از قتل‌های زنجیره‌ای که در ایران اتفاق افتاد به سوئد مهاجرت کرد و اینجا به تحقیقات و پژوهش خودش ادامه داد. در گوشه‌ای از سالن آثار او اینجا گذاشته شده، آثاری که علی حصوری تحقیقات گسترده و پژوهش گسترده‌ای درباره فرش‌های ایرانی از نقاط مختلف ایران داشت، از سیستان تا ترکمن. خب کتاب حافظ از نگاهی دیگر رو حتما کسانی که علاقه‌مند به حافظ هستند از این نویسنده خوندن. الان علی حصوری حدود 87 سال داره و نشر باران این مراسم رو برای او برگزار کرده. حدود 150 نفر اینجا دعوت شدن که اکثرا از هنرمندان، نویسندگان و ایرانیان ساکن استکهلم هستن. به این مراسم اومدن از طرف نویسندگان و هنرمندان مختلف در سرتاسر دنیا پیام‌هایی برای علی حصوری فرستاده شده که اینجا به صورت ویدیویی پخش میشه. اینجا قرار خانم پری زنگنه یکی از قطعات خودش رو اجرا کنه که ملودی این قطعه در واقع برگرفته یکی از آثار علی حصوری هست. در کنار من خانم قاجار هستن، یکی از کسانی که در واقع مسبب این مراسم بودید. بله، این گرده همایی بودید. میخوام شما بگید چقدر اهمیت داره چنین بزرگداشتایی برای این اشخاص؟ بسیار اهمیت داره، برای اینکه ما دانشمندان، استادان زیادی داریم، پژوهشگران، اینا فرهیختگان جامعه ما هستن. مجبور شدم مثلاشون رو ترک کنم بیان، ولی ما که اینجا هستیم، آقای حصوری نمونهش، دکتر حصوری است، اینجا کار کرده، سالها بعد از مهاجرت هم کار کرده، آثار زیادی داره، ایشان نویسنده است، پژوهشگره و ضروری است تا زمانی که زنده ان ازشون قدردانی بشه. به خدمات ارزنده‌ای که به ایران کردن باید حتما
پاس نگه داشته بشه و بهشون گفته بشه که واقعا ارزشمند کارها وقتی که گذاشتن، تمام عمرشون در تحقیق و بررسی بودن، در پژوهش بودن، کافی بود یک سکه گیر بیارن و برن دنبالش تو اون هزالای به قول معروف بخشای تاریک تاریخ کهن ما، میرن اونو سعی میکنن که نقب بزنن، پیدا کنن، جستجوگرن و این به نظر من خیلی ارزشمنده و باید بهش در واقع پاس بداریم این کارهایی که ایشون انجام دادن. و کسان دیگه مثل ایشون، افراد زیادی هستن، این نباشه که وقتی افراد فوت میکنن بعد براشون بزرگداشت گرفته بشه. ما میخوایم زمانی که اینا زنده هن قدرشون رو بدونیم و احساس بکنن که ارزش کارشون رو هموطنانشون میدونن. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خانم قاجار به این اشاره کرد که چه خوب زمانی که این هنرمندان، این نویسندگان زنده هستند، این بزرگداشت‌ها برگزار بشه. خب این در واقع خوشایندی و من تو چهره آقای حسوری وقتی به وارد سالن شد آثار خودش رو اینجا دیدم و ای کاش برای تمام نویسندگان و هنرمندان ایرانی این بزرگداشت برگزار بشه. آقای مافان، شما به عنوان مدیر نشر باران به جز اینکه فعالیت میکنید در چاپ کتاب و رونمایی از نویسندگان مختلف، کتابهاشون رو در واقع رونمایی میکنید، چنین مراسماتی هم برگزار میکنید، چه برجستگی آثار علی حسوری داره که شما این مراسم رو برایشون گذاشتید؟ شما اشاره کردید به آثار علی حسوری و دوربین رفت رو کتاب ها، میبینیم که وسعتی کارهایی که علی حسوری کرده بسیار زیاده، از فرش ایرانی تا حافظ، فردوسی، کتابی داریم در مورد ضحاک، شاعر بسیار خوبی هستن علی حسوری، در مورد زبان کار کردن، گویش‌های مختلف و همه اینا در واقع نشون میده که علی حسوری یک محقق و پژوهشگریه که تلاش رو کرده و خب باید به خاطر این فعالیت‌هاش ازش پاس داشته بشه در واقع. و این خیلی برام مهم بود و این کارو مشترکاً با ناهید قاجار و دوستان دیگه انجام دادیم. خب برمیگردم به استودیو لندن و حتما گزارش تکمیلی از این مراسم بزرگداشت خواهیم داشت. ممنونم از همکارم مهران عباسیان و مهمانان شما. اما طبق اعلام روابط عمومی سازمان ساترا، سریال قربت و برنامه جوکر دو مجوز انتشار ندارند. به گفته ساترا، سریال قربت و برنامه جوکر دو بدون طی فرآیندهای قانونی منتشر شدند. محتوای آنها مورد تایید نهاد نیست و مجوز تبلیغات محیطی هم ندارند. ساترا از دریافت انتقادات و شکایات مردمی در پی پخش این دو برنامه خبر داد و اعلام کرد از مدیران مسئول رسانه‌های نمایش خانگی نماوو و فیلیمو در مراجع قضایی شکایت کرده. همین موضوع در رسانه‌های اجتماعی هم بازتاب زیادی داشته. همکارم رشید خانی اینجاست برای اینکه بیشتر به ما بگی که در رسانه‌های اجتماعی کاربرا چی میگن. ریحانه، شاید خیلی از بیننده هایی که الان دارن ما رو تماشا میکنن برنامه جوکر رو دیده باشن و با شوخیاش خندیده باشن. حالا این خبر نداشتن مجوز کلی بازتاب و انتقاد در رسانه های اجتماعی به راه انداخته. خیلی از کاربرها ابراز علاقه میکنن نسبت به این برنامه، به خصوص بخش زنان را، و خیلی ها هم میگن این برنامه حتی اگر مبتذل هم بود یک همچین رفتاری باهاش نباید میشد. بریم ببینیم کاربر دیگه چی گفتن. توقیف برنامه جوکر دو فقط دو روز بعد از اینکه خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران کمپینی علیه این برنامه با عنوان پویش حیازدایی با چاشنی خنده در جوکر راه اندازی کرده اتفاق افتاد. توقیف برنامه جوکر زنان تقریبا 48 ساعت بعد از تشکیل رسمی کابینه مسعود پزشکیان هم رخ داده. دولتی که برخی با امید به تغییر و اصلاح امور به او رأی دادند. در شبکه‌های اجتماعی کاربران نسبت به کمپین خبرگزاری فارس و نفوذ و قدرت اقلیتی که این کمپین‌ها رو تشکیل میدن بحث کردند. در حالی که تعداد زیادی از شهروندان ایرانی این برنامه رو دوست داشتن، یک خبرگزاری با راه اندازی یک پویش جلوی پخش اون رو گرفته و این کاربران رو خشمگین کرده. از طرفی این آزمونی برای دولت پزشکیان هم به شمار میاد که با شعار باز کردن فضا از هوادارانش رأی گرفت. کاربری نوشته خب
انتخابات تموم شد و وحید جلیلی انتقام باخت سعید جلیلی رو داره از مردم میگیره. وحید جلیلی برادر سعید جلیلی و نفر دوم سازمان صدا و سیماست. این خبرنگار در ادامه واکنشش پزشکیان رو خطاب قرار داده و پرسیده خبر دارین جوکر دو رو که مردم باهاش میخندیدن میخوان توقیف بکنن؟ یعنی حق زنان هنرمند ایران یک برنامه در شبکه نمایش خانگی هم نیست، در آخر هم خواسته که از مردم انتقام نگیرن. میسم در واکنش مشابه نوشته از کل تولیدات نمایش خانگی همین جوکر رو دوست داشته که لعنت بهشون، قسم خوردن هرچی مردم خوششون میاد رو ممنوع کنن. و با کنایه ادامه داده که حاکمیت فکر میکنه اگر ممنوع کنه مردم میشینن چرندیات داداش سعید رو توی سیمای داداش وحید تماشا میکنن. محمد رضا گفته میبینم که چند روزی خوشحال بودین، جوکر رو توقیف میکنیم، بفهمید کد تنه کیه. احسان بوداغی اما رفتار صدا و سیما با شبکه نمایش خانگی رو باجگیری توصیف کرده و به اتفاق مشابه قبلی اشاره کرده که مجوز برنامه اسکار مهران مدیری رو وقتی دادن که مجبورش کردن برنامه‌ای برای صدا و سیما بسازه و میگه حالا نوبت احسان علی خانیه. بسیاری از کاربرها از جوکر زنان بیشتر تعریف کردند و از توقف پخش اون به شدت انتقاد. برای نمونه این کاربر نوشته واقعا مریضن و گفته به عنوان کسی که همه قسمت‌های جوکر آقایون و خانم‌ها رو دیده، قسمت خانم‌ها خنده‌دارتر بوده، هم کلمات زشت نداشته. برعکس این کاربر نظرش اینه که خیلی خنده‌دار نبود، اما زنها سالهاست با محدودیت و با یه عالم باید و نباید زندگی میکنن و برای همشون این برنامه اول چالش بود بعد جوکر. و البته گفته از دیدن یه قاب پر از مرد خسته شده و منتظر جوکر مختلطه. و نهایتاً کاربری که نوشته اینکه 40 خورده‌ای سال بعد از انقلاب یه برنامه طنز زنونه اون هم توی نمایش خانگی پخش میشه نشون میده که چه تنگ نظری عمیقی توی صدا و سیما حاکمه و این برنامه چه خدشکنی قابل توجهی کرده و دچار بی اخلاقی و ابتذال هم نشده. کاش یاد بگیرن. و تصاویر و ویدیوهای ارسالی شما هم بخش مهمی از پوشش ایران اینترنشنال در بخش‌های مختلف خبری. شما هم میتونین با ارسال ویدیو و پیام‌هاتون به ما در پوشش خبرهای ایران کمک کنین. شما میتونین به شماره‌ای که پشت سر من میبینین با ما در واتساپ و تلگرام در تماس بشین. در ادامه این بخش هم برمیگردم به ریحانه. متشکرم نوشین خانی. بپردازیم به چند خبر کوتاه بین‌المللی. مراسم روز استقلال اوکراین با حضور ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور لهستان و نخست وزیر لیتوانی در کیف امروز شنبه برگزار شد. زلنسکی به این مناسبت چند قانون ضد روسیه از جمله قانونی با هدف هموار کردن راه برای پیوستن اوکراین به دیوان بین‌المللی را امضا کرد. طبق اعلام دفتر زلنسکی تصویب پیوستن به اساسنامه روم احتمال محاکمه روسیه به دلیل ارتکاب جنایات جنگی در جنگ اوکراین را افزایش می‌دهد. رئیس جمهور فرانسه انفجار خارج از یک کنیسه در جنوب کشور را اقدامی تروریستی و یهود ستیزانه خوانده. بر اثر این انفجار یک افسر ژاندارمری مجروح شد. طبق گزارش‌ها به آتش کشیدن دو خودرو در محوطه پارکینگ کنیسه باعث وقوع انفجار شده. نخست وزیر فرانسه تاکید کرد انفجار در محوطه کنیسه حمله یهودی ستیز بود. پلیس آلمان از بازداشت نوجوانی 15 ساله مرتبط با حمله به یک جشنواره در شهر زولینگن غرب آلمان خبر داد. در جریان این حمله که با چاقو انجام شد 3 نفر کشته 8 نفر به شدت زخمی شدند. پلیس آلمان از ارائه جزئیات بیشتر درباره متهم خودداری کرده و گفته در تلاش برای یافتن انگیزه متهم است. و به دنبال غرق شدن یک قایق تفریحی که حامل 1 میلیاردر بریتانیایی و همراهان او در آب‌های پالرمو در جنوب ایتالیا بود، دادستان پرونده گفته احتمالاً مسافران خواب بودند و موفق به فرار نشدند. در ادامه تلاش‌های بین‌المللی دیپلماتیک برای پایان جنگ در غزه، شب گذشته جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور مصر و امیر قطر درباره اهمیت مذاکرات قاهره و رفع موانع آتش‌بس تلفنی گفتگو کرده.
بر اساس بیانیه دفتر ریاست جمهوری مصر، عبدالفتاح سیسی و جو بایدن تاکید کردند اسرائیل و مصر باید برای رسیدن به توافق و آزادی گروگان‌ها انعطاف بیشتری داشته باشند. همزمان حماس اعلام کرد هیئت مذاکره کننده این گروه به قاهره سفر کرده تا در جریان تحولات دور تازه مذاکرات آتش‌بس قرار بگیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، امیر قطر هم برای شرکت در این دور از مذاکرات آتش‌بس به قاهره می‌رود. همزمان ژنرال چارلز براون، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده، با هدف گفتگو برای جلوگیری از تبدیل تنش به یک درگیری منطقه‌ای، به خاورمیانه سفر کرد. اشکان صفایی از اورشلیم با ما. اشکان، به ما بگو با توجه به اتفاقاتی که داره میفته، صحبت‌ها و تلاش‌های دیپلماتیک چقدر در اسرائیل امیدواری وجود داره برای برقراری یک آتش‌بس و نهایتاً آزاد شدن گروگان‌ها؟ امیدواری به وجود داره، اما سطح امیدواری زیاد بالا نیست. باید گفت که خب ما در دو سه روز گذشته خبرها بسیار زد و نقیض بوده. ما اول جمعه صبح، در واقع دیروز صبح، خبرهایی که داشتیم بسیار ناامید کننده بود. بعد شب که شد خبرها کمی امیدوار کننده تر شد. طرفین دست کم اون چیزی که حالا در رسانه ها گفته شد از قولشون این بود که مذاکراتی که در مصر بوده و روز پنجشنبه و جمعه سازنده بوده. بعدش خب امروز صبح ما اولین خبر رو داشتیم که حماس داره هیئتی رو به قاهره میفرسته که خودش موجب امیدواری بیشتری میشد. بعد در خب ساعت گذشته ما گزارش هایی داشتیم که امیر در واقع نخست وزیر قطر هم داره به مصر میره و این هم خودش باز کمی امیدواری رو بیشتر میکنه. باید گفت فردا هم قرار هست که ادامه مذاکرات با حضور اسرائیل برگزار بشه. اما از اون طرف در واقع خبرهای ناامید کننده هم هست، از جمله اینکه حماس گفته اگرچه داره هیئتی رو به مصر میفرسته، اما این به این معنی نیست که میخواد در مذاکرات شرکت کنه، چرا که به گفته اونها هیچ لزومی به مذاکره نیست و توافق باید همان چیزی باشه که اونها به تقریبا دو ماه پیش ارائه دادن بر اساس آن اون پیشنهادی که رئیس جمهور ایالات متحده در واقع اعلام کرده بود و ارائه بود. از اون طرف اگر نگاه کنیم به همون بخش آخر خبرهایی که خوندی، یعنی ورود ژنرال براون، چارلز براون به منطقه، سفری که اعلام نشده هم بوده، میتونیم بفهمیم که خود آمریکایی ها هم چندان اطمینانی ندارند که این توافق انجام بشه. خود چارلز براون در مصاحبه‌ای که با رویترز داشته در آستانه ورود به اردن، اگرچه ابراز امیدواری کرده و گفته که اگر توافقی به دست بیاد در جریان این مذاکرات، این میتونه شعله تنش‌ها در منطقه خاورمیانه را کاهش بده، اما همزمان گفته که این کشور، یعنی ایالات متحده، تمام اقدامات جمهوری اسلامی رو هم زیر نظر داره، چرا که اگر که توافق به نتیجه نرسه، خب دست کم اون چیزی که گفته میشه این هست که اگر توافق به نتیجه نرسه هست که جمهوری اسلامی حمله انتقامیش رو به اسرائیل انجام خواهد داد. و اشاره هم کرده به این که این هم که ایالات متحده این همه نیرو به منطقه آورده، دو هدف داره. یکیش این که پیام بازدارندگی بفرسته، دومیش این که اگر پیام بازدارندگی عمل نکرد و حمله انجام شد، این نیروها بتونن از منافع آمریکا دفاع کنن. متشکرم. اشکان صفایی، اورشلیم. و بر اساس گزارشی از مؤسسه آلما در اسرائیل، حزب الله لبنان مقادیر قابل توجهی سوخت در شهرهای جنوبی این کشور ذخیره کرده. سوختی که علاوه بر مصارف شهرهای شیعه نشین، برای اهداف نظامی هم کاربرد داره. گزارشی ببینید از می فرهاد. دخلت الحرب في لبنان سياقا اكثر. در پی کشته شدن 7 نفر از اعضای حزب الله در شب گذشته، مطبوعات لبنان این شب را شبی خونین برای حزب الله توصیف کردند. رسانه‌های اسرائیلی در مورد تحولات میدانی در شمال این کشور گفتند که حزب الله در ماه ژوئیه 1100 موشک به سمت اسرائیل شلیک کرده است. یعنی تقریبا 3 برابر تعداد موشک‌هایی که در ماه ژانویه شلیک کرده بود. آنها تاکید کردند که تهدیدات در حال افزایش است.
همچنین در گزارش جدیدی که مؤسسه آلما در اسرائیل منتشر کرده، آمده که حزب الله مقدار زیادی سوخت در جنوب این کشور ذخیره کرده است. سوختی که برای اهداف مدنی و نظامی به کار می رود. این مؤسسه اخیراً پایگاهی را کشف کرده که حاوی اطلاعات دقیقی از میزان سوختی است که حزب الله در ماه‌های جنگ به روستاهای واقع در جنوب لبنان تحویل داده است. گزارش تایید می‌کند که همه این روستاها شیعه نشین هستند که از سوی حزب الله حمایت می‌شوند. گزارش اشاره می‌کند سوختی که حزب الله مصرف می‌کند از طریق شرکت امانت که متعلق به خود آنهاست تامین شده و هزینه آن در بودجه عمومی دولت لبنان محاسبه می‌شود. در ادامه این گزارش آمده است شورای اجرایی حزب الله مسئول نظارت بر عملیات اداره اموری است که به جامعه شیعیان مربوط می‌شود و همین عامل موجب می شود که شیعیان از حزب الله به صورت جدی انتقاد نکنند. مؤسسه آلما توضیح می دهد که بر اساس داده ها فعالیت های مربوط به تامین سوخت در شهرهای نزدیک به مرز اسرائیل مانند کفرکلا، العدیسه و مارون و رس رخ می دهد. با توجه به اینکه تعداد زیادی از ساکنان شیعه این شهرها را ترک کردند، می توان نتیجه گرفت که این سوخت نه تنها نیازهای روزمره ساکنان را برآورده می کند، بلکه به فعالیت های نظامی حزب الله نیز خدمت می کند. می فرحات بیروت. و یه بار دیگه بهتون پیشنهاد میکنم که حتما اپلیکیشن اینتل پلاس رو دانلود کنید برای دریافت آخرین خبرها، پخش زنده ما و برنامه خبری مستند و پادکست های ایران اینترنشنال که همگی در همین اپلیکیشن در دسترس شما قرار داره. ممنون که تا پایان این بخش خبری با من بودید. با ما بمونید.